رومن رینز کشتیگیر 34 ساله آمریکایی که با نام جو آنوی در زندگی واقعی شناخته میشه جزو خانواده بزرگ آنوی هستش. رومن رینز علاوه بر کشتی‌کش در زمینه فوتبال آمریکایی هم فعالیت داشته. در سال 2012 در پیپرویو سروایور سریز رومن رینز به همراه سترولینز و دین امبروز در مسابقه مین ایونت حضور پیدا کردند و از اونجا استارت گروه شیلد خورد، گروهی که به نظر میرسه رومن رینز لیدرش باشه. این گروه بعد از چندین بار پاشیدن و از نو تشکیل شدن تونست لحظات و مومنت‌های موندگاری رو برای هواداران ثبت بکنه، اما قرار نیستش که توی این ویدیو داستان این سکوشیگیری که گروه شیلد رو تشکیل دادند و کلی افتخار به دست آوردن رو مطرح کنیم، بلکه قراره به 10 حقیقتی که کمتر کسی از رومن رینز میدونه بپردازیم. پس تا آخر ویدیو رو ببینید تا از این حقایق مطلع بشید. قبل از شروع همین الان روی دکمه لایک بکوبید و اگه جدید هستید همین الان کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید. توی کمپانی WWE تمامی اتفاقاتی که رخ میده تحت نظارت مالک اصلی این کمپانی یعنی وینس مکمن 74 ساله قرار داره و تمامی تصمیمات نهایی توسط این شخص گرفته میشه. رومن رینز به نظر هواداران عزیز کرده وینس مکمن هستش و وینس مکمن مسبب این شده که رومن رینز با توجه به نداشتن اطلاعات کافی از کشتی‌کش به این جایگاهی که الان رسیده قرار بگیره. اما قبل از وینس مکمن این تریپل ایچ بوده که این استعداد رو کشفش میکنه و جایگاهی که الان رومن رینز داره مدیون تریپل ایچ هستش. سی ام پانک هم توی این موضوع بی نقش نیست و توی پادکست آرت آف رسلینگ خیلی واضح و شفاف گفت که ایده تشکیل گروهی به نام شیلد ایده من بوده و میخواسته که سه کشتیگیر مرد از NXT به بالاترین سطح راه پیدا بکنند و یه جورایی محافظ خودش باشن. قبلش دو کشتیگیر با نام های سترولینز و دین امبروز برای این گروه ثبت میشن و سی ام پانک دوست داشت که نفر سوم این گروه دوست خودش یعنی کریس هیرو باشه، اما در لحظه آخر تریپل ایچ رومن رینز رو معرفی میکنه و تصمیم نهایی رو برای رومن رینز میگیره. در نتیجه کریس هیرو کنار گذاشته میشه و رومن رینز که میشه گفت دست نشونده یه تریپل ایچه به عنوان رهبر این گروه در مسابقات حضور پیدا میکنه. و جالبه بدونید که الان کریس رو در NXT با نام کاسیوس اونو به فعالیتش ادامه میده. درسته که تریپل ایچ هوای رومن رینز رو داشته، اما رومن رینز هوادار و طرفدار سرسخت برت هارت هستش. توی یکی از مصاحبه‌هایی که با رومن رینز انجام شده رومن رینز گفته که هر بار که برت هارت وارد میشد و ژاکت چرمیشو در می آورد و عینکشو به یکی از بچه‌ها بین تماشاچیان میداد آرزو و رویابافی می‌کردم که جای اون بچه‌هایی باشم که این شانس رو داشتن تا از برت هارت چیزی رو دریافت کنن. موهای برت، نوع اکتی که داره، هنوز که هنوز منو به وجد میاره و اون واقعا آدم مشتی و کار درستیه. با این تفاصیل میشه گفت خدای رومن رینز در دنیای رسلینگ کسی نیست جز برت هارت. رومن رینز قبل از اینکه یک کشتی‌کش کار بشه توی زمینه فوتبال آمریکایی به صورت حرفه‌ای فعالیت میکرد و بیشتر اعضای خانواده رومن رینز مثل دراک، ریکیشی، اومگا، یوکوزونا و خیلی دیگه از افراد خانواده کشتیگیر هستن و رومن تو چنین خانواده‌ای بزرگ شده. با این حال رومن رینز تصمیم گرفته بود که یک فوتبالیست بشه تا یک کشتیگیر. حتی در رقابت‌های NFL هم شرکت کرده بود، اما یه جورایی این WWE و خانواده رینز بودن که رینز رو از مسیر ورزش به ورزش سرگرمی هل دادن و برعکس خیلی از افراد که دوست دارن در WWE فعالیت داشته باشن این WWE بود که دوست داشت رومن رینز توی این کمپانی حضور داشته باشه. در نهایت با تمام خوبی ها و بدی ها این اتفاق رخ داد و رومن رینز الان در WWE فعالیت میکنه و جزو چهره های مطرح و سرشناس این کمپانی شناخته میشه.
اول ویدیو گفتم که رومن رینز کشتیگیر آمریکایی است، اما از اصالت این کشتیگیر صحبتی نکردیم. رومن رینز از پدر آمریکایی ساموایی و مادر ایتالیایی به دنیا اومده. در نتیجه رومن رینز نصف ساموایی و نصف ایتالیاییست. پدر رومن رینز به نام سیکا در ورلد رسلینگ فدریشن خوش درخشید و در سال 2007 هال آف فیم WWE شد و اسم مادر رومن رینز پاتریشیا هستش. رومن رینز الان در WWE جزو کشتیگیرانی هستش که کمتر در مسابقات تن به شکست میده و همیشه به عنوان یک قهرمان به نمایش گذاشته شده و اینطور به نظر میرسه که رومن رینز به کشتیگیران آندرداگ نبازه. اما جالبه بدونید که رومن رینز زمانی که در FCW شروع به فعالیت کرد در مقابل دیمین سندو مسابقه ای رو داد و توی این مسابقه در مقابل این کشتیگیری که میشه گفت ضعیفه تن به شکست داد. دیمین اواخر حضورش در WWE به عنوان یک دلغک و تقلیدکار دمیز در رینگ حاضر شد و این کشتیگیر خیلی وقته که از این کمپانی جدا شد و الان در کمپانی به نام NWA به فعالیتش ادامه میده. رومن رینز سعی میکنه که مسائل شخصی زندگیشو جایی مطرح نکنه و کمتر کسی از اتفاقاتی که در زندگی عادیش رخ میده مطلع میشه. یکی از موضوعاتی که رومن رینز برای جواب دادنش تفره میره داستان آشناییش با همسرش هستش. گفته شده که رومن رینز اوایل 20 سالگی صاحب یه دختر به نام جوئل که جوجو صداش میزنن شده و از سن پایین پدر بودن رو تجربه کرده. اما رومن به همراه همسرش یعنی گالینا بکر در سال 2014 با هم ازدواج کردند. رومن رینز که در FCW کار خودش رو شروع کرد با الانی که در WWE فعالیت میکنه سبک کشتی گرفتن، حالت برخورد و تم ورودش زمین تا آسمون و رومن توی FCW نتونست زیاد خودی نشون بده، اما از یک مسابقه به بعد به چشم اومد و اون مسابقه تریپل ترت بین سه عضو شیلد بود. قبل از اینکه این سه کشتیگیر یعنی رومن رینز، دین امروز و ست رولینز بدونن قرار تو آینده با هم تیم بشن، یه مسابقه تماشایی رو در مقابل هم در FCW دادن که از اون مسابقه به بعد رومن رینز تونست گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه و در نتیجه آغاز کریر موفق رومن رینز میشه گفت از این مسابقه استارت خورد. گویا اوایلی که رومن رینز به بالاترین سطح راه پیدا کرده بود، قبلش اشاره کنم که بالاترین سطح که میگم منظورم شوهای را و اسمکداون هستش. توی یک مسابقه با رندی اورتون بحثشون میشه که این درگیری و بحث بالا میگیره و توی بکستیج این دو با هم درگیر میشن. توی WWE درگیری که توی رینگ به وجود میاد باید توی همون رینگ هم تموم بشه و کلن درگیری ها پیرو و یک استوری هستن نه بیشتر. توی بکستیج کشتیگیران نباید با هم بدرفتاری کنن و یا اینکه با هم دیگه درگیر بشن. در غیر این صورت طبق قوانین جریمه میشن، مثل درگیری زیگلر و سزارو در بکستیج که هر دو کشتیگیر در اون زمان جریمه شدن. توی این مورد هم وینس مکمن میخواست که رومن رینز رو جریمه کنه و برای مدت زمان طولانی از مسابقات محرومش کنه، اما در این بین تریپل ایچ پادرمیونی میکنه و نمیذاره که این اتفاق بیفته و سر و ته قضیه رو هم میاره. تو دنیای واقعی اینطور به نظر میرسه که رومن رینز با رندی اورتون مشکل داره. رومن علاوه بر یک دختر دو قلو پسر هم داره که این دو قلو دوست داشتنی در سال 2016 به دنیا اومدن و جالبه بدونید که رومن هیچ اطلاعاتی رو در رابطه با فرزندانش در اختیار رسانه و هواداران قرار نداده و تنها میدونیم که رومن رینز پدر سه فرزند هستش که بیشتر دوست داشته با دخترش عکس بندازه تا با دو قلوهاش.
رومن رینز در سال 2007 درگیر بیماری لوسمی یا سرطان خون شد که تونست این سرطان رو شکست بده و به زندگی عادیش ادامه بده. اما در 25 فوریه 2019 در شو را رومن توی رینگ حاضر شد و از بازگشت دوباره سرطانش خبر داد. اما واقعا داستان این اتفاق چی بوده؟ آیا رومن با سرطان خون برای دومین بار مبارزه کرده و شکستش شده و یا اینکه برای یک مدت مرخصی می‌خواد تا در فیلم سری و خشن نقش آفرینی کنه؟ این قضیه یک کمی برای هواداران مشکوک هستش و ایجاد دو دستگی کرده. دسته اول کسایی هستن که میگن رومن با مطرح کردن این داستان تنها از احساسات مردم سوء استفاده کرده و یه جورایی به کسایی که به این بیماری دچار هستن امیدواری کاذب داده، و دسته دوم کسایی هستن که به رومن رینز نه بلکه به جو آنوی ایمان دارن و معتقدن که جو تونسته برای دومین بار سرطان خونش رو شکست بده. جالبه بدونید که سرطان خون مثل سرماخوردگی نیستش که هی شل کن سف کن در بیاره، و برای درمان بیماری سرطان خون از روش‌های مثل شیمی درمانی، پرتو درمانی، درمان هدفمند و پیوند مغز و استخوان و داروهای تسکینی استفاده میشه. و درست زمانی که فیلمبرداری فیلم سری و خشن تموم شد، رومن رینز به مسابقات برگشت و اعلام کرد که سرطان خونش رو شکست داده. تصمیم نهایی رو شما میگیرید که کدوم یک از این دو دسته درست میگن. نظراتتون رو کامنت کنید تا در این رابطه بحثی داشته باشیم. این بود از 10 حقیقتی که کمتر کسی از رومن رینز میدونه. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اگه از این ویدیو لذت بردید، ویدیو رو حتما لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. اگه جدید هستید، حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید. اسم من The Game Triple Six. مثل همیشه تو ویدیوهای بعدی.